در قرن 21 و هنگامی که کشورهای پیشگام مقابله با زلزله هر روز از نوآوری و فناوری جدیدی در مقاومسازی سازه‌ها خبر می‌دهند و برای ساخت خانه در مناطق زلزله‌خیز تسهیلات و استانداردهایی را در نظر می‌گیرند، ساکنان روستاهای ایران باید در خانه‌های خشتی زندگی کنند، خانه‌هایی که تاب ایستادن در برابر زلزله را ندارند. روز 22 شهریور قوچان لرزید. سنگ‌های بزرگی از کوه به دامنه و میان روستاها غلتید. سقف‌ها و دیوارهایی فرو ریخت و تنها بخت یار مردم بود که به رغم آسیب‌های فراوان در 43 روستا ولی تلفات جانی وجود نداشت. اما این زلزله یک سوال را در ذهن هر ایرانی تکرار می‌کند. بیش از 1000 میلیارد دلار پول فروش نفت در حکومت آخوندی کجا هزینه شده که مردم ایران در خانه‌هایی سست و ناایمن باید زندگی کنند؟